در پیشگاه مبارک شهبانوی ایران، نمایشگاه دانش و تکنولوژی اسلامی که در چهارچوب جشنواره جهان اسلام در لندن برپا شده است، گشایش می‌یابد. وزیر فرهنگ انگلیس تشریف فرمایی شهبانوی ایران را به لندن که به دعوت اولیا حضرت ملکه مادر و دولت انگلستان صورت گرفته است، خیر مقدم می‌گوید. رئیس هیئت امنای جشنواره جهان اسلام و دکتر حسین نصر، عضو ایرانی برگزار کننده جشنواره، سخنانی درباره این نمایشگاه که نخستین نمایشگاه گسترده از علوم و تکنولوژی اسلامی در جهان است، ایراد می‌کنند. It is a great pleasure for me to be able to open this unique exhibition of Islamic science and technology. شهبانوی ایران در بیانات افتتاحیه خیش می‌فرمایند این جشنواره بیگمان رویداد فرهنگی بی‌سابقه است، زیرا در برداشت‌های جهان غرب از تمدن اسلامی و روابط دنیای غرب با جهان اسلام تأثیری عمیق خواهد گذاشت. شهبانو اضافه می‌فرمایند برگزاری جشنواره و به ویژه این نمایشگاه نه تنها فرصتی بی‌سابقه برای ارائه آثار فرهنگ اسلامی به غرب پیش آورده است، بلکه به ملل مختلف خود جهان اسلام نیز امکان آن را داده است که با فرهنگ‌های یکدیگر بیشتر آشنا شوند. در نمایشگاه‌های جشنواره جهان اسلام بالغ بر 100 اثر منحصر به فرد از ایران به نمایش گذاشته شده است. این آثار از کتابخانه شاهنشاهی، موزه ایران باستان، موزه و کتابخانه آستان قدس رضوی، کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار، موزه هنرهای تزئینی، موزه نگارستان، کتابخانه و موزه آستان مقدسه قم و موزه پارس شیراز به امانت گرفته شدند. از سوی شاهنشاه آریامهر، وزارت فرهنگ و هنر مأمور انتخاب و ارسال این آثار به انگلستان و نظارت در برگزاری نمایشگاه بوده است. در میان آثار ایرانی نمایشگاه دانش و تکنولوژی اسلام، یک کره فلزی ساخت قرن ششم هجری متعلق به موزه ایران باستان توجه بازدیدکنندگان را جلب می‌کند. اولیا حضرت شهبانو به اتفاق اولیا حضرت ملکه مادر به تالار مشهور آلبرت هال در لندن تشریف فرما می شوند. به هنگام این بازدید، ارکستر سمفونیک لندن آخرین تمرین خود را برای اجرای کنسرتی به رهبری موسیقیدان ایرانی لوریس چکنواریان انجام می دهد. چکنواریان که مورد تفقد شهبانو قرار می‌گیرد، نخستین موسیقیدان ایرانی است که به مقام رهبری ارکستر سمفونیک لندن دست یافته است. شهبانوی ایران در آخرین روز اقامت خیش در لندن، هیئت مدیره مؤسسه بریتانیایی تحقیقات ایرانی را در سفارت شاهنشاهی به حضور می‌پذیرند. در این شرفیابی، رئیس مؤسسه ضمن سپاسگزاری از مراهم و کمک مادی که شهبانوی ایران برای تکمیل ساختمان این مؤسسه فرهنگی در قلهک مرحمت فرمودند، یک محراب کاشیکاری متعلق به قرن هفتم هجری را برای بازگشت داده شدن ایران به پیشگاه معظم‌الله تقدیم می‌دارد.
شهبانو می‌فرمایند من اطمینان دارم این شاهکار بی‌نظیر به بهترین شکل در ایران نگهداری و در معرض تماشای عموم گذارده خواهد شد.